سلام عرض میکنم خدمت شما دوستای عزیز، مهدی مهرابی هستم از MTR انیمیت. امروز قرار نحوه کار با ترک مت در نرم افزار افتر افکت رو بهتون نشون بدم. امیدوارم که از دیدن این آموزش لذت ببرید و استفاده بکنید. خب کارمون رو شروع میکنیم با باز کردن یه کامپوزیشن جدید. میتونیم از پریست های آماده استفاده بکنیم که معمولا از این پریست خودم استفاده میکنم. مدت زمان اون زیاد الان اهمیتی نداره برامون. اوکی و این کامپوزیشن جدید. حالا به سراغ این دوتا فایل میرم، اونا رو وارد پروژه میکنم. دوتا پترن زیبا براتون انتخاب کردم که فایل اونها رو و فایل این آموزش رو حتما توی کانال تلگرام قرار میدم. اگر به اونها نیاز داشتین حتما به کانال سر بزنید و اونها رو دانلود کنید. به عنوان مثال اولی رو درگ میکنیم توی کامپوزیشن، لایه‌اش رو ایجاد میکنیم، ابزار تایپ، وسط صفحه، هر چیزی که نیاز داریم رو تایپ میکنیم. به عنوان مثال تراکینگ مت، فونتش رو عوض میکنم، یه فونت بزرگتر و توپورتری انتخاب کنم. این فونت مورد علاقه منه. اول این رو روی صفر میذارم، فاصله بین حروف رو و سایز اون رو تا جایی که نیاز دارم بزرگتر میکنم. حالا از منوی الاین اون رو میتونیم وسط چین کنیم. خب اولین چیزی که میخواییم اینجا بهتون نشون بدیم، ببینید این لایه گل و پترن ما در واقع زیر لایه تکست قرار داره. یعنی ما میگیم که این رو با گزینه اول الفا مت توی لایه تراکینگ مت، اینجا اسم لایه‌مون رو نوشته، میگه این رو به صورت الفا در اون نمایش بده. الفا یعنی چی؟ ما به لایه‌هایی میگیم الفا که فقط قسمت‌هایی که ما نیاز داریم دیده میشه و بقیه فضا به صورت خالی و ترانسپرنت ارائه میشه. به این لایه ها میگیم آلفا. حالا وقتی این کار میکنیم، ببینید فقط این لایه ما فقط توی این ناحیه نمایش داده میشه، درسته؟ و دیگه بقیهش به صورت ترانسپرنت یا خالی یا آلفا دیده میشه. حالا اگه این گزینه رو بزنین متوجه میشین که بقیهش به صورت ترانسپرنت قرار گرفته. این استفاده از ترک مت، استفاده از ابزار مت. حالا گزینه بعدی چیه؟ چه تفاوتی داره؟ آلفا اینورتد مت. این همون اتفاقه، با این تفاوت که برعکس اونه دیگه، یعنی اینورته، یعنی این قسمت ها دیده نمیشه، یعنی نخواهد شد و سایر قسمت ها رو به ما نشون میده. امتحان میکنیم. بله دقیقاً همین اتفاق میفته. ببینید این لایه تکس ما که حالا میتونیم جابجاش بکنیم و هر جا که قرار بدیم اونجا دیگه نمایش داده نمیشه. خب ما فعلا از همون ترک مت استفاده میکنیم. حالا اینجا ببینید، خیلی اگر دقت بکنید این شکل لایه تغییر کرد، شکل لایه بالایی هم تغییر کرد و به صورت اتومات خود افتر افکت میاد اینجا اینو هیدن میکنه، چون اگر روشن باشه خب
لایه نمایش داده میشه، اون چیزی که ما میخوایم دیده نمیشه، خودش میاد اینو برای ما آف میکنه. حالا برای که بهتر و راحت تر دیده بشه، مثلا میتونیم یه بک‌گراند بذاریم، کلید های ترکیبی کنترل وای به منزله یه دونه لایه سالید جدید، make comp size حتما بزنید تا اون رو اگر قبلا تغییر دادین به سایز کامپوزیشنتون تغییر بده و اونو در واقع فیت کنه. این رنگ من انتخاب میکنم، به نظرم الان میتونه رنگ خوبی باشه. اوکی، اون رو به پایین ترین لایه میبرم. خب اینجوری راحت تر دیده میشه. ببینید این لایه گل ما که اگر تغییرش بدیم به این صورت، ولی فقط توی این محیط داره دیده میشه دیگه، کنترل زد، یا به همین صورت اگر متن رو جابجا بکنیم فقط باعث میشه اون قسمت نمایش داده بشه. خب این یکی از کاربردهای ترک مت بود. ترک مت در پروژه های موشن گرافیک، در فیلم های سینمایی، در ساخت جلوه های ویژه، در خیلی از موزیک ویدیوها و تبلیغات هایی که شما میبینید هر روز داره استفاده میشه، چون یکی از تکنیک ها و ابزارهای خیلی خوب نرم افزار افتر افکت که همیشه هم کاربردیه. حالا میخواییم یه جور دیگه اونو نمایش بدیم. اجازه بدین من این لایه رو پاک میکنم، بک‌گراندمون رو هم پاک میکنم و تکست رو دوباره به حالت نمایش در میارم. خب میتونم یه تکست دیگه اینجا اضافه بکنم. میخواییم یه نمونه از نحوه نمایش متن یا موشن گرافیک رو به شما نشون بدم، یا میتونیم از همین لایه داپلیکیت بگیریم با فشار دادن کلیت های ترکیبی کنترل دی، یه لایه دیگه از اون کپی میگیره، اونو میارم پایین. ببینید برای اینکه این جا به جا نشه و دقیقا مستقیم زیر اون حرکت بکنه، کلید شیفت رو نگه دارین، ببینید کاملا مستقیم، یا اگر قرار بشه به سمت چپ و راست حرکت کنه با نگه داشتن کلید شیفت خیلی راحت. اینو میارم زیر لایه قبلی، فونتش رو این دفعه تغییر میدم به یه فونت خیلی نازکتر، سایزش رو هم کم میکنم. میخواییم یه انیمیت، یه ماشین گرافی خیلی ساده رو برای نمایش متن بهتون نشون بدم، روش دوبار کلیک میکنیم و تکستمون رو میتونیم تغییر بدیم. حالا برای زیباتر شدنش میام فاصله بین حروف رو تغییر میدم، تو این مقدار. حالا برای نمایش اینا چجوری میتونیم یه روش ایجاد بکنیم؟ ببینید حالا اجازه بدیم فعلا این رو خاموش بکنم، از همین لایه اولمون استفاده کنیم. میام یه دونه شیپ، دقیقا مثلا یه دونه مستطیل دقیقا دور تا دور متنمون قرار میدم که تمام فضای اون رو بگیره، مطمئن باشم از جای اون بیرون نزده. این رو دقیقا بالای لایه متن خودمون، بالای اون لایه تکست قرار میدیم و حالا با انتخاب گزینه آلفا مت به این متن میگیم فقط در محیط این مستطیل اجازه داری دیده بشی، یعنی خارج از این فضا دیگه قرار نیست دیده بشه. ببینید آلفا مت رو میزنیم، همه چی به حالت عادی برمیگرده، با این تفاوت که وقتی اون رو از این فضای مستطیل خارج میکنیم دیگه دیده نمیشه. حالا چه استفاده ای بکنیم ازش؟ کلید پی روی ثانیه دو مثلا استاپ واچ کلیک میکنیم که این موقعیت کنونیش ضبط بشه، به ثانیه صفر برمیگردیم، اون رو مثلا از متن، از این مستطیل، از این محیط خارج میکنیم.
اسپیس رو بزنیم که پیش نمایش رو ببینیم. حالا با استفاده از این تکنیک که امروز یاد گرفتیم میتونین موشن گرافی خیلی زیبایی در زمینه نمایش متن و در واقع تکست انیمیشن ایجاد بکنید. حالا یه مقدار نیاز به اصطلاحاً تمیزکاری و مرتب کاری داره دیگه. خب حالا این لایه متن بالایی رو هم میخوام یه همچین کاری براش انجام بدم. میام یه دونه مستطیل اطراف این درست میکنم. ببخشید. این رو دقت کنید. ببینید وقتی لایه متن یا هر لایه انتخاب هست، وقتی ما از ابزارهای شیپ استفاده میکنیم، میاد یه دونه ماسک ایجاد میکنه. ببینید روی همون لایه ماسک ایجاد کرد. خب الان ما به ماسک نیاز نداریم. یعنی اون رو ماسک رو توی آموزش‌های دیگه حتما توضیح میدم براتون. ولی وقتی قرار این کار بکنین هیچ لایه انتخاب نباشه. ابزار شیپ رو انتخاب کنیم. حالا میتونین اون شکلی که نیاز دارین رو در یک لایه جدید درست بکنید. ببینید یه لایه جدید براش درست کرد. حالا برای این لایه هم همین کار میکنیم. میگیم به صورت آلفا مت این تکست رو فقط در این محیط به ما نشون بده. الان همه چی عادیه، ولی اگر جابجاش بکنیم دیگه نشونش نمیده. کلید پی، استاپ واچ، ثانیه صفر، اون رو یه مقدار به پایین میاریم این دفعه. حالا ببینید حالا برای که قشنگتر بشه و روونتر بشه انیمیشن ما و جذابتر بشه، همه کی فریم ها رو انتخاب میکنیم، راست کلیک، کی فریم اسیستنت و گزینه ایزی ایز یا کلید های میانبر F9، یعنی کلید میانبر F9. سعی کنید از کلید های میانبر خیلی استفاده بکنید، چون باعث میشه سرعت شما در استفاده از نرم افزار و تولید خیلی بیشتر بشه و راحت تر با نرم افزار کار کنید. قرار نیست ما تمام این گزینه ها رو با استفاده از کلیک و موس از منوهای مختلف پیدا بکنیم. خیلی وقت با استفاده از چند تا کلید ترکیبی میتونیم کاری رو بکنیم که ما رو چندین دقیقه جلو میندازه اگه قرار بود مثلا از منوهای مختلف اونو پیدا بکنیم. پس این گزینه یا کلید F9 اینا به صورت ایزی ایز در میاد این کی فریم ها. حالا دوباره بزنه ببین خیلی روان تر میشه. حالا میخوام یه تغییرم توی اینا ایجاد بدم. انتخاب کنید به قسمت گراف ادیتور، اینجا میریم، این هر دو کی فریم ما هست دیگه که از یه پوزیشن به یه پوزیشن دیگه تغییر کرد. میایم این دستگیره رو میگیریم و به سمت چپ میکشیم. چه اتفاقی افتاده؟ البته اینها رو قطعاً بعداً تو آموزشی براتون توضیح میدم، ولی اینجا اینو در نظر داشته باشید که میاد سرعت این انیمیشن رو در ثانیه اول یا در قسمت اول زمانش به حد اکثر میرسونه و هرچی به آخر میره سرعتش کمتر میشه، اما طول زمانش تغییر نکرد دیگه، بازم توی همون دو ثانیه داره اتفاق میفته. دوباره روی این گزینه کلیک میکنیم، برمیگردیم به صفحه نمایشمون، به تایملاین اصلی، دوباره اسپیس. ببینید چقدر شیک شد، چقدر روانتر شد انیمیت ما. اول با سرعت زیاد میاد و تا ثانیه دو نهایتا آروم آروم سر جاش قرار میگیره. حالا بازم میخوایم یه کار دیگه بکنیم جذابتر بشه، قشنگتر بشه. همه لایه ها رو انتخاب میکنیم، این گزینه، این تیک رو براش فعال میکنیم. تیک موشن بلار هست توی این قسمت، هم برای کامپوزیشنمون اون رو فعال میکنیم. حالا چه تفاوتی میکنه؟ دوباره تصویر رو ببینید. ببینید توی این ثانیه های اول که تکست داره با سرعت زیادی میاد، یه افکت تاری یا موشن بلار بهش دادیم.
که اگر اینو خاموش بکنیم متوجه منظورم میشه. نزدیکتر بیام، نگاه کن این الان غیر فعاله و اگر فعالش کنیم یه مقدار به اون افکت میده. خب اینم از حالت نمایش متن. حالا قرار بود در مورد لومامت به شما توضیح بدم. اجازه بدین یه کامپوزیشن جدید باز کنیم، کلیدای کنترل N، کامپوزیشن جدید لومامت، با همون تنظیمات قبلی دوباره باز میکنیم براش. ببینید به عنوان مثال ما یکی از این شکل ها رو بیاریم اینجا، این پترن، یه پترن ساده با ابعاد 1000x1000 پیکسل. میخوام اینو مثلا بگم فقط توی این محیط به من نشون بده. خب این کار رو که ما با آلفا مت داشتیم انجام میدادیم دیگه، ولی تفاوت لوما اینه که لوما فقط روی روشنی و تیرگی اون لایه تأثیر میذاره، یعنی اصلا با روشنی ها کار داره در واقع. یعنی دیگه اینجا براش مهم نیستش که رنگش قرمز یا هر رنگ دیگه یا هر لایه دیگه. تنها چیزی رو که تشخیص میده، اجازه بدین، تنها چیزی که تشخیص میده سفیدی کامل، روشنایی کامل یا اصطلاحا برایتنس 100 یا سیاهی کامل، روشنایی رو تشخیص میده. ما این رو الان روی سفید قرار میدیم، میگیم این لایه فقط توی محیط اون ستاره به صورت لومامت نمایش داده بشه. خب خیلی کامل و دقیقم اتفاق میفته. حالا میتونیم با تغییر رنگ اون ستاره، ببینید فقط ما روی برایتنسش تغییر میدیم، شدت دیده شدن لایه زیرینش هم تغییر میکنه بدون اینکه ما به اپاسیتی اون لایه دست داده باشیم. خب خودش این میتونه یک گزینه خیلی خوب باشه برای جایگزین کردن مثلا آسمون وقتی توی روشنایی قرار میگیره. خیلی میتونه کمک کنه که خودتون اگر بهش فکر بکنید ببینید کجاها ما تو چه لایه‌ای قراره توی سفیدیامون نمایش داده بشه، قراره تیرگی ها دیده بشه. این خیلی کاربردیه که دیگه اینجا رنگ زیاد تأثیر نداره. ببینید وقتی اینو توی قسمت رنگی میبریم ما دیگه نمیدونیم چقدر روشنی داریم چقدر تیرگی داریم، زیاد کاربردی اصلا نداره برای ما رنگ. ما اینجا فقط با روشنایی کار داریم. پس اینم تفاوت لومامت با آلفامت، خیلی هم ساده. گزینه های دیگه هم که باید مشخص باشه دیگه، یه آلفا اینورت داریم و یه لوما اینورت، یعنی این رو دقیقا توی اون محیط نشون نده به ما، که بازم با همون گزینه رنگش میتونیم شدت نشون ندادنش رو مشخص بکنیم. ببینید میتونیم یه قسمت رو مثلا کم رنگ تر بکنیم. اینم برای که تفاوت لومامت رو با آلفامت متوجه بشی و کاربردش رو بدونی که خودتون بیشتر استفاده بکنی. این هم آموزش ترک مت در نرم افزار افتر افکت بود. امیدوارم که از دیدنش لذت برده باشید. اگر سوالی دارید حتما اون رو در قسمت کامنت برای من بنویسید، بپرسید، حتما به کامنت ها جواب میدم. و همچنین اگر آموزش رو دوست داشتید اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. فراموش نکنید که روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید، عضو کانال بشید و حتما روی اون علامت زنگوله کنارش کلیک کنید و اینطوری باعث میشه ما هر ویدیو جدیدی، آموزش جدیدی بذاریم، شما اولین نفری باشید که اون رو میبینید. این امتیازیه که با کلیک کردن روی اون زنگوله میتونید داشته باشید. همچنین میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه مثل اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. کانال تلگراممون رو که فایل‌های آموزش هم توی اون قرار میدم، فایل‌های این پروژه و پروژه‌های دیگه رو داخل دسکریپشن همین ویدیو قرار دادم و همچنین لینک صفحه اینستاگرام.
حتما به ما سر بزنید، ما رو دنبال کنید. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.